میریم سراغ تب دوم یوزر پریفرنسز که ادیتینگ هست اینجا شما یه استیل فریز دیوریشن دارید که طور که توی قسمت اول خودآموزمون دیدیم برای شرایطی که شما بخواید یه فریم ثابت از تصویرتون بگیرید که با شیفت ان میتونید این کار رو انجام بدید همونطور که شما اینجا میبینید میک فریز فریم و پری رول و پست رول هم توضیح داده شده یه دیوپ دیتکشن داریم که برای شرایطی که شما میخواید فریم تکراری نداشته باشید اگه کار نگاتیو میکنید خیلی میتونه به دردتون بخوره یه ایمپورت استیل ویدیو گاما داریم که در واقع خاکستری های تصویرتون رو میتونی باش تنظیم بکنیم من معمولا روی خود سورس میذارم چون تغییر دادنش ممکنه مقدار تصویر رو تیره یا زیاد روشن بکنه اگر تصاویرتون از پی سی میارید توی مک تمام تصاویرتون رو بعد نیست روی دو دو بذارید و اگر کاملا همیشه توی مک کار میکنید توی یک روی یک و هشت ولی من معمولا روی سورس میذارم این نکته هم در نظر داشته باشید که این فقط برای عکس های ثابته یعنی مال فقط خود عکس مال فیلم نیست اصلا BWF ایمپورت در واقع در فقط برای NTSC که نان فریم باشه یا دراپ فریم باشه اگر کار شما NTSC و خیلی بلنده مثلا بالای یک ساعت حتما باید روی دراپ بذارید و اگر روی کوتاه میتونید از نان هم استفاده بکنید تنظیماتی که اینجا داریم داینامیک تریمینگ تریم بیت سیکونس آدیو و تریم بیت ادیت سلیکشن آدیو که جلوش میبینید نوشته میوت آدرز تمام اینها مربوط میشن به پنجره تریم اگر شما فرضاً بخواید بین این دوتا یک تریم انجام بدید و کامند هفت رو بزنید همون چیزی که توی قسمت اول آموزش دیدیم شما اینجا اگر از JKL استفاده کنید همونطور که خاطرتون هست J رو به عقب K استاپ و L رو به جلو حرکت میکنه با زدن خود K یعنی اگه مثلا شما این فریم رو اینجا بیارید دیگه نیاز نیست اینو درگ بکنید یا مثلا این پوینتتون رو بزنید یا هر چیزی خود K رو وقتی بزنید این پوینتتون رو اونجا قرار میده به این اتفاق میگن داینامیک تریمینگ یا همون چیزی که شما اینجا بینید من تیکش رو روشن کردم دیگه نیاز نیست که این کار بکنید و خود حرف کی کیبورد این کار رو براتون انجام میده اما دو تا عنوان دیگه که داره Trim with Sequence آدیو و Trim with Elite Selection Audio هر جفتشون برای زمانی که شما دارید روی صدا کار میکنید و صدا رو دارید تریم میکنید صدا رو کم میکنید یا صدا رو زیاد میکنید خیلی کم پیش میاد که ما بخوایم این همه حرکتی رو تو فاناکات انجام بدیم معمولا کار صدا به صورت تخصصی توی نرم افزاری مثل پروتولز یا سانترک پرو یا اپل انجام میشه اما اگر بخواید میتونید این عنوان رو روشن بکنید و رو به طور مثال شما اگر تریم ویت ادیت سلکشن اودیو چک باکسش رو روشن بکنید فقط خود صدایی که دارید روش کار میکنید شنیده میشه و بقیه صداها میوت میشن انگار که شما این حرکت رو انجام داده باشید یا مثلا برای تصویر انگار این کار رو انجام داده باشید اما شاید کاربردی ترین عنوانی که اینجا وجود داره و شاید چیزهایی که دوتا عنوانی که اینجا خیلی ممکنه به درد شما بخورن یکی pen tool can edit locked items که فکر میکنم توی قسمت اول هم با هم دیدیم و یکی warn if visibility change delete render file این دوتا برای شرایطی یعنی هنگ که شما خود کانال های تصویریتون رو جابجا میکنید اجازه بدید من یه مثال اینجا نشونتون بدم فرض کنیم ما یه همچین کلیپی داریم و توی این کلیپ ما یه فیلتر اعمال کردیم که به طور مثال این فیلتره حالا اگر شما دقت بکنید روی تایم لاین من یه قسمتی هست که میگه من میخوام این فایل رو رندر بکنم خب من کامند آر رو میزنم و شروع میکنم به رندر کردن این تصویر همونطور که شما میبینید از حالا دیگه اینجا رندر شده و نیاز به رندر یا حالا محاسبه دیگه ای نداره اما اگر من این کانال تصویر رو بخوام خاموش کنم دوباره روشن کنم همونطور که شما میبینید دوباره این تصویر به رندر نیاز داره این پیغام در واقع همین اختار رو به شما میده یعنی اگر روشن باشه وقتی شما بخواید آفش بکنید البته خب من باید یه بار رندرش بکنم اگر بخواید خاموشش بکنید به شما میگه که اگر این کار انجام بدید رندر فایل ها میره میخوای این کار رو بکنید که اگر شما کانتینیو رو بزنید طبیعتا این کار رو انجام میده عنوان دیگه که ممکن اینجا به دردتون بخوره پن تول کن ادیت لاکت آیتمز که توی قسمت اول هم یه اشاره بهش شد شما اگر خود تامنیل هاتون توی اینجا بزرگ باشن و بخواین مثلا اپاسیتی این تصویر رو کم و زیاد بکنید همونطور که میدونید میتونید با پنتول بیایید مثلا اپاسیتی رو اینجا کم و زیاد بکنید و اگر شما این ترک تصویری رو قفل کرده باشید خب طبیعتا دیگه هیچ کاری نمیشه روش انجام داد البته اگر شما بیایید اینجا این روشن بکنید این آیتم رو پنتول کن ادیت رو بزنید یعنی از حالا اونهایی که قفل هستن هم میخوام که پن بتونه تغییرشون بده و شما میتونید با ابزار پنتون این کار رو انجام بدید دو تا عنوان آخری که اینجا هست Always Reconnect External Modified Files به نظر من همیشه روشن بذاریدش برای زمانی که شما تصویر سند میکنین تو موشن، به موشن یا به مثلا شیک یا به هر نرم افزار دیگه و میخواین برگردونین و خودش این کار رو به صورت اتوماتیک براتون انجام میده و بعضی وقتا ممکنه این اتفاق خاموش کردن این عنوان ممکنه سری در سر رو براتون درست بکنه من معمولا روشنش میذارم وارن آن to سانترک Pro اسکریپت رو هم معمولا بهتر روشن بذارید اگر یه اشکالی توی نحوه میکس صداتون تو فانال کات وجود داشته باشه قبل از اینکه وارد ساوند پرو بشید این اختار رو بهتون میده این ریکورد آدیو کی فریمز هم برای زمانی که شما یه دک وست کردید به فانال کات و دارید در واقع یه میکسر وست کردید و دارید همزمان که تصویر رو میبینید صدا رو هم ادیت میکنید میکس میکنید مثلا لول بالا پایین میکنید حالا یا هر چیز دیگه کی فریم هایی که اینجا براتون ایجاد میکنه اگر روی ردیوس باشه حداقل کی فریم رو ایجاد میکنه اگر روی پیکس باشه فقط تغییرات شدید رو میتونه ضبط بکنه و اگر روی آل باشه تمام تغییرات رو ترجیحاً ما چون زیاد توی کار تخصصی صدا انجام نمیدیم آنچنان تفاوتی هم برامون نداره